سلام بچه ها، خیلی سریع بریم بپردازیم به اخبار. اگه دوست داشتین پست رو لایک کن و تا انتها همراه من باش. خب بعد از کش و قوس‌های فراوون بالاخره خوان کارلوس گاریدو سرمربی قرمزا شد. راستش با توجه به تبلیغات زیادی که از سمت شرکت طبیعت و بانک شهر انجام شد، هوادارهای پرسپولیس فکر می‌کردن یه گزینه بزرگتر روی نیمکت قرمزا بشینه، اما خب در نهایت این گاریدو بود که انتخاب شد. گاریدو سابقه کار تو تیم‌های مختلفی از جمله رئال بتیس، ویارئال، کلوب بروژ، العین و چند تا تیم دیگه رو داره و بهترین نتایج این مربی تو اروپا به سال 2009 برمیگرده که ویارئال با سرمربیگری گاریدو تو لالیگا چهارم شد و تا نیمه نهایی لیگ اروپا هم بالا رفت. گاریدو زمان حضورش تو العین هم دو بار مقابل استقلال قرار گرفت که حاصل اون یه تساوی و یه باخت بود. به طور کلی بخوام بگم رضا درویش آنچنان گزینه بزرگی رو روی نیمکت قرمزها نیاورده. مخصوصا با توجه به مذاکرات با ماتزاری و فنچیپ توقع خیلی بالاتر رفته بود. از طرفی هم گاریدو اونقدر گزینه بدی نیست و تجربه اسمار به همه ثابت کرد که سبک فوتبال مشخص یه مربی چیزی مهمتر از اسم اون مربیه. حالا به نظر شما گاریدو میتونه تو پرسپولیس موفق باشه یا نه؟ اما در رابطه با گبلسیانی هم متاسفانه اخبار خوبی به گوش نمیرسه. مدیران پرسپولیس هیچ مذاکره‌ای با گبلسیانی نداشتن و این بازیکن تو مصاحبه‌ای هم که داشت به این موضوع اشاره کرد. خب گبلسیانی قراردادش تموم شده و با توجه به حضورش در یورو با تیم ملی گرجستان قطعاً بعد از این مسابقات پیشنهاداتی از حوزه خلیج فارس خواهد داشت و به نظرم اگه مدیریت پرسپولیس به خودش نیاد باید منتظر جدایی گبلسیانی هم باشیم. و اما بپردازم به اخبار آبی ها. خب مهمترین خبری که هست در رابطه با مهدی قائدیه. طبق آخرین اخبار موجود هلدینگ خلیج فارس تصمیم گرفته که شرایط رو برای بازگشت مهدی قائدی به استقلال فراهم کنه. خود قائدی بسیار تمایل به این بازگشت داره و تنها مشکل موجود رضایت‌نامه این بازیکنه. قائدی با تیم شباب الاهلی هنوز قرارداد داره و برای جدایی باید رضایت‌نامه بگیره. تیم اماراتی هم یه مبلغ سنگین حدوداً 3 میلیون دلاری رو به عنوان مبلغ رضایت‌نامه در نظر گرفته. اما باشگاه استقلال قصد داره با مذاکره این مبلغ رو کاهش بده تا در نهایت با حمایت‌های مالی هلدینگ بتونه مهدی رو جذب کنه. به نظر من شرایط جذب قائدی خیلی خیلی سخته، اما بازم ممکنه. فعلا باید صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی میفته. و اما در رابطه با جواد آقایی پور هم، خب این بازیکن از هر دو تیم پایتخت به علاوه سپاهان پیشنهاد داره. همونطور که تو ویدیوهای قبلی گفته بودم توی یه بازه زمانی خیلی به قرمزها نزدیک شده بود، اما حالا مشغول مذاکره با استقلاله و به آبی ها نزدیکتر شده. آقای پور این روزا با استقلال مذاکره کرده، اما ادامه مذاکرات رو به بعد از بررسی پیشنهادش از روسیه موکول کرده و به مدیریت استقلال قول داده که نهایتاً تا 4 الی 5 روز آینده تصمیم نهاییش رو بگیره. به نظر من با توجه به شرایط موجود و اگه وضعیت تغییر نکنه، آقای پور یا لژیونر میشه یا به جمع آبی ها میپیونده. اگه تا اینجا ویدیو همراه من بودی ممنون میشم این پست رو لایک کنی و بریم سراغ ادامه ویدیو. یه تعداد خیلی کثیری های سامر، حالا شاید تو جریان باشین، قطعا در رابطه با حالا سرمربی استقلال یه سری تعداد کثیری 200,000 تا کامنت اومد برای اینکه آقای نکونام نباشه. خیلی صراحتا بخوام میگم آقای نکونام نباشه، نه به نکونام. و حالا بسته شدن کامنت ها از یک طرف از سوی باشگاه استقلال و اینکه چرا خیلی شفاف تکلیف سرمربی استقلال توی این روزا مشخص نمیشه. به هر حال هم فصل نقل و انتقالات هستش و همین که فقط نظر شما رو میخوام بدم در مورد این شرایطی که یه جورایی یه گرهی میندازه تو کار استقلال در پیش فصل. ببینید اصلا بحث کامنت نیست، سبک بازی و نتیجه ای که به هر حال توی یک سال با تمام کارشکنایی که به هر حال چه داخلی بوده چه خارجی بوده چه حالا فرضی بوده چه حقیقی بوده، تیم استقلال با اون سبک بازی کردن 100 تا بازی دیگه هم بود نتیجه نمیگرفت یا یه جا قاف میداد. این میتونه که دلیل اعتراض هواداران باشه؟ 100% همینه. به هر حال هواداره که الان مثل قدیم نیست که فقط یه روزنامه یه دونه روزنامه یا دو تا روزنامه بیاد بیرون هفته یه بار یا دو روز یه بار، اونم بعضی جاها نرسه خبرها کامل نرسه. الان با اول کلیک رو به هر حال گوشیش انجام میده،
خبرهای روز دنیا رو میاد دستش، حالا مخصوصا استقلال پرسپولیس هم باشه که دیگه بیشتر بهش میپردازن. یه چیز مشخصه، من اصلا یه جوری دیگه بگم، اصلا فرض بر این که حالا الان با تمام لابیایی که داره انجام میشه اصلا سرمربی بمونه سر جاش، آیا دیدگاهشون رو میتونن عوض کنن؟ سبک بازی رو میتونن عوض کنن؟ مثلا قرار معجزه اتفاق بیفته؟ فقط استقلال ضربه میخوره، اصلا یه سال دیگه همشون باشه، فقط استقلال ضربه میخوره. ما کیروش هم داشتیم سال اول، حالا بحث مقایسه ندارم ولی مشابه تقریبا، سال اول اومد تیم ملی ایران میزد زیر توپ، کیروش بعد 8 سال با مقابل نیجریه باز همون حالت میزد زیر توپ. حالا شاید بالای اتفاق خاصی بیفته، مثلا ما یه نتیجه بگیریم به نفع ایران بشه، یعنی 8 سال خودمون انداختیم عقب. الان یه سال چی؟ اصلا 10 سال دیگه اینجا بمونه ایشون. وقتی تفکرات متغیریه با توجه به اینکه استقلال یه باشگاهیه که به هر حال هجومی بازی کردن رو دوست داره، لذت میبره، هوادارش میپسنده میپذیره و اصلا همیشه اینجوری بوده، اگه بیایم خلاف این ثابت کنیم خب طبیعتا با شکست مواجه میشه دیگه، اصلا 10 سال دیگه همشون بمونه. و به عنوان سوال آخر، خودت شخصا باید که خب فوتبال رو میشناسی، دوست داری که سرمربی فصل آینده استقلال از نظر شخصی خودت، نظر شخصی این که ایرانی باشه یا خارجی، کدومش بهتر هستن؟ ببینید کلن که من فکر میکنم حالا اگه بخوام برن تو فاز خارجی و بارونی هم گره، خارجی بهتر میتونه اگه پاش وایسن عمل کنه توی دو سه سال چهار سال بتونن، ولی ما ساختارمون ایراد داره. ما الان اصلا مربی خارجی شما فرض کن الان بیاد، الان تو همین هیئت مدیره که ما امسال اینجا باشون کار کردیم هیچ کدومشون همسو نبودن، دو سه تاشون که دنبال این بودن زیرا به مدیر عامل رو بزنن بیان بشن جای مدیر عامل. خب اصلا مربی خارجی هم ما بیاریم این ساختاره ایب و ایراد داره، تا این ساختاره درست نشه شما برید بداشید بهترین مربی دنیا رو هم بیارید یه جا به مشکل برخورد برمیخوره. این نظارته باید بهتر باشه، این اعتماده و این به اصطلاح همدلیه باید بیشتر تو باشگاه به وجود بیاد تا خروجش موفقیت بشه، که امیدوارم به هر حال برای استقلال این اتفاقات رقم بخوره. من فکر میکنم الان با این شرایط خارجی بیاد بهتره، ولی خب باز مسئولین هولدینگ، البته هولدینگ اصلا براش اهمیت نداره، همینجوری که مدیر عامل باشگاه رو گذاشت کنار هیچ توضیحی به هیچ احد الناسی نداده، الان هم اصلا اهمیتی نداره براش، حالا دو روز دیگه وقت رو میگذرن، آقا وقت نیست حالا فعلا بریم ببخشید اصغر آقا رو بیاریم، بریم اکبر آقا رو بیاریم. خیلی متشکرم، مخلصیم، سلامت باشید. در نهایت اگه دوست داشتی چنل رو ساب کن و این پستم لایک کن و مرسی که با من همراه بودی.